خوش آمدید به دیدوان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به حملات داخلی به پیشنهاد دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران خواهیم گفت. و گردش همچنانی این سوال که اقتصاد کی به اینجا رسوند. و در ادامه برنامه پاسخ به انتقادات شما. سلام آقای بهنود، چیزی رو که اشاره نکردیم در توضیح اول برنامه این که همه این مسائل کلی هم اعتراض در شهرهای مختلف در ایران بود، به خصوص اصفهان و گردشت کرج، نسبت به وضعیت اقتصادی در ایران و همه دیگه یه جورای دادشون در اومده. بله، معمولا در روزنامه ها خبرهای کم و بیش هست در این باره، ولی به اندازه‌ای که در شبکه‌های مجازی بزرگ میشه نیست البته، و کم کم داره تبدیل به جریان عادی میشه در روزنامه ها. عرض میکنم یه نکته دیگه هم که اتفاق افتاد که نمیدونم روزنامه ها در این مورد حرف زدن یا نه، حرفای توییتی بود که آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه کرد و از آقای ترامپ خواست که لیست کسانی که از حکومت ایران هستن و گرین کارت دارن رو منتشر کنه، که اینم کلی واکنش داشت. بله، منعکس شد تو روزنامه ها، یه ذره به طنز واش رو برو شدن دیگه. خب پس شروع کنیم با روزنامه شرق، ببینیم در اول هفته چه خبر بوده. صحبت‌های آقای سردار سلیمانی طبیعتاً مهمترین خبر اول هفته بود. من و نیروی سپاه قدس طرف حساب شما هستیم، این شروع بود. بعد از یه روز هم که خب فرمانده سپاه هم اظهار نظر یه ذره کمی تندتر از ایشون کرد راجع به اینکه اجازه نمیدیم و اینا، که مذاکره یعنی جواب مذاکره رو اینطوری داد. بعد مقالات مختلفی پیدا شد که این ناهماهنگی در پاسخ دادن کجاست، بالاخره دولت باید پاسخ بده، رئیس جمهور باید پاسخ بده، یا همه باید پاسخ بدن. به صورت آروم گفته شد تا اینکه بالاخره یه در نمایندگان مجلس نامه‌ای رو امضا کردن و توش این موضوع رو مشخص کردن، و این درست در زمانی که بعضی از سیاست پیشگان حتی اصولگرا مثل ناطق نوری معتقدن به اینکه باید، فقط هم آقای ناطق نیست، چند نفر دیگه هم هستن که معتقدن که باید بالاخره با این قضیه روبرو شد، نباید هول شد، نباید که ندیده گرفت و رد کرد. از طرفی هم میگن که نظامی ها نباید وارد این داستان بشن. بله، البته بحث مشخص تأکید رو اینکه نظامی ها نباید بیان یا باید بیان، این بحث خیلی بحث درونی روزنامه تهران نیست. بلکه اونها بیشتر کلی موضوع رو مطرح میکنند که آیا باید یک صدا باشه یا هر کسی بیا از توی کشوری و لشکری میتونه بیاد حرف بزنه. هم حرفای آقای سلیمانی هم آقای جعفری هم واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشت. بسیاری معتقد بودن که اول اصلا یه هشتگی را افتاد به نام نه به جنگ، و بعدش هم این که اصلا کشور دیگه الان در شرایطی نیستش که ما بخوایم اینقدر شاید بکنی، به اضافه اینکه اینا چیزایی که رئیس جمهور باید در موردش تصمیم بگیره. یه نکته دیگه هم اشاره کنم، سرمقاله روزنامه شرق از آقای غلامی هم سرمقاله جالبی هست به نام چریک‌های کت‌شلواری. بله، و اولش هم نکته‌ای که میگه به ادعای موسکا، اگه اشتباه نکنم یکی از نظریه پردازان نخبه‌گرا، میگه پیشبینی اون چه هرگز رخ نمیده آسان‌تر از پیشگویی چیزیه که دقیقاً رخ خواهد داد. داره اشاره می‌کنه به تغییر در واقع رئیس بانک مرکزی، که میگه که حالا نمیدونیم که واقعا این امکان تغییر جدی رو بده یا نه، و از رویکردهای ایدئولوژیک در دولت‌های مختلف و رویکرد استراتژیک صحبت میکنه، و اشارهش هم چریک‌های کت‌شلواری کسانی هستن که در دولت اصلاحات در کابینه آقای خاتمی بودن که الان در واقع بازنشستگانی هستن که به دولت آقای روحانی اومدن، و میگه که کسایی هم که کاپشن پوش های یه چنین چیزی، چریک های کاپشن پوش هم مال دوره آقای احمدی نژاد بودن. خب اصلا سرمقاله جالبیه که میشه خوندش. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه آفتاب یزد. آفتاب یزد چنین که میبینید یه مصاحبه داره منتشر میکنه با آقای موسویان. آقای موسویان آنچنان که خبر دارید مذاکره کننده هسته‌ای بودن تو مذاکراتی که به ریاست آقای روحانی در زمان آقای خاتمی صورت می‌گرفت. قبلا هم خب سفیر ایران در آلمان بوده، دیپلمات با سابقه است، در آمریکا استاد دانشگاه است و در اونجا درس میده، و به همین دلیل هم علاوه بر تخصص همیشگیش که مذاکره و دیپلماسی بوده است، به اوضاع احوال آمریکا هم خیلی نزدیکه، و بنابراین
پیشبینی هایی که میکنه، حرفایی که میزنه، حرفایی است که مثل همین حرف، جزئیات درخواست ترامپ برای مذاکره با روحانی، این موقع اینو داره نوشته میشه و منتشر میشه توی آفتاب یزد که هنوز آقای ترامپ اون حرفو نزده بود. و بنابراین روز یکی از روزنامه‌های اصولگرا صداش در اومد که یعنی نگفته بود که ما بدون هیچ پیش شرطی حاضر به مذاکره. بعد اونا صداشون در اومد که آقای موسویان یا آفتاب یزد از قبل از کجا میدونستن. البته این یه وجهشه، یه وجه دیگه‌ش هم قبول این امر هست که آدمی که متخصص زمینه ایست به حال انقدر تون زمینه مسلطه که میتونه پیشبینی کنه که چه اتفاقی میفته. یه خبر دیگه هم اینجا هست، انتشار جزئیات طرح جدید سربازی که داره میگه که یکی از نمایندگان اگه شما نکنه از فراکسیون ولایی مجلس گفته که یه طرح جدید برای خدمت سربازی خبر داده به نام داوطلب بسیجی که میتونه مثلا برای جذب نیرو برای حالا بسیج یا سپاه یا هر چیزی باشه. بریم روزنامه ایران رو ببینیم. در حقیقت ببینید اینجا یه بحثی زیر جلد همه حرفایی که میشنویم، تمام مقالات که میخونم، مقاله آقای غلامیر که الان شما خوندین، همه اینا وجود داره. اینه یه شرایط اقتصادی وجود اومده هست، برای این شرایط اقتصادی فشار بیاریم به دولت که آقای طیب‌نیا رو عوض کن، آقای سیف رو عوض کن، آقای نوبخت رو عوض کن. بعد چی بشه اون وقت؟ مگه قرار چیزی بشه با عوض کردن کسی؟ کسایی که این حرفو میزنن به طور ناخودآگاه دارن این پیام میدن که یه کارهایی بوده که دولت میتونسته بکنه نکرده، اینطوری شده. در حالی که دولت چنین چیزی رو قبول نداره و به شکلهای خیلی مختلفی البته با احتیاط میگه اینو، از جمله دعوت میکنه، یعنی رئیس جمهور دیگه خیلی صریح به وزرا گفته آقا بریم با مردم حرف بزنیم. بریم با مردم حرف بزنیم امری است که الان تو مقالات روزنامه‌ها داره میچرخه، یعنی اینکه اون چه که الان به وجود اومده، این وضعیتی که وجود اومده، دولت نمیتواند عوضش کنه مگر یه مگری داره که اون مگر خیلی دیگه کارو بزرگ میکنه، یعنی از عهده دولت برمیاد. توی یه سرمقاله هم که خانم اشرف بروجردی نوشته، بله، باز هم داره تاکید میکنه باید با مردم سخن گفت. بعد میگه با مردم سخن گفت چی بگن به مردم؟ مردم به وضعیت زندگی میکنن دیگه، یعنی نه اینکه به مردم خبر بدین گرونی هست. به مردم خبر بدین چه اینجوری شده. خب این راه حلش چیه نمیدونم، ولی شاید هیچ کس اون دو سال سه سال پیش در اون مناظره های انتخاباتی که تمام کاندیداها همدیگر رو به فساد مالی و فساد اقتصادی و راندخاری و اینا متهم می‌کردن، هیچ کس فکر نمی‌کرد ایران با یک چنین روزهایی مواجه بشه. یعنی شما با این حرفتون می‌خواید بگین که پایه این وضعیت اقتصاد رو فساد بوده؟ یک خب بخشش میتونه اینطوری نیست، یعنی اوغلای یکی از نمایندای مجلس هم میگه آقا انقدر فشار مثلا تحریم آمریکا که هنوز اعمال نشده یا فشار خارجی رو بزرگ نکنید، یک بخش عمده مشکلات الان مشکلات داخلیه. نه ببینید، این حرف به طور کلی همیشه زده میشه، ولی کیست که بیاد به صراحت بگه که آقا 40 سال این رو پیچوندیم شده کلاف پیچیده ای. یه قانون اساسی هم داریم که قانون اساسی ذره گنگیه، معلوم نیست اقتصاد اقتصاد آزاد، اقتصاد بسته است، اقتصاد مختلطه، چی نیست، یه اقتصاد فرمایشیه در حقیقت و در نتیجه خارج از الگوهای جهانی. الگوهای جهانی مثل بیماریهای جهانی میمونن، داروسازی‌ها براشون دارو فراهم میکنن، ولی وقتی یه بیماری جدیدی میاد که دارو نداره، که این یه بیماری جدیدی اومده، به همین جهت همه به همدیگه تعارف میکنن بگو و کسی جرأت گفتن نداره، چون برمیخوره به یه جایی که نباید بگی. اقتصاد اسلامی که با بهره های آنچنانی در بانک ها هست دیگه. بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم. روزنامه سازندگی که معمولا هم با عکس هم با طرح حرفاش میزنه، معتقده که یعنی تیتر اصلی چی زده به اینکه ترامپ یه گام به عقب. این اشارش به حرف بدون شرط گفتگو هست، در حالی که خب بعضی هم معتقدن، تو گزارش خودشون هم اومده، بعضی هم معتقدن که اون حرفی که بلافاصله پومپئو زد در حقیقت معنیش این بوده که گام به عقب نیست، چون اون گفت شرط هست، منتها شرط رو بخواد و این دفعه تازه شرط جدیدی آورد که هیچ وقت قبل از این نمی آورد، و اون که اوضاع داخلیتون هم باید بهش توجه کنی، این قبلا نبود جز حرفا و گفتگوها که زده میشه. دکورش بود من فکر میکنم. بعد در همچی احوالی گزارش مفصلی سازندگی درست کرده، در این باره با آدم های مختلف هم حرف زده و در نتیجه گزارش اصلیش این هست که این ترامپ الان در مقابل این قضیه چیکار باید کرد
مثل همه زمینه‌های دیگه بعضی‌ها معتقدن که نه، اینکه حالا حرفی نزده هنوز، حرفه. یه سوالی من بکنم، روزنامه سازندگی اصلا آنلاین نمیشه پیداش کرد؟ نه آخه شما هم بدجور عادت کردین به آنلاین. میدونین چرا؟ آخه تقریبا 99% روزنامه اونم جمع میشه. اونم جمع میشه. مطمئن باشین. به خاطر اینکه آنلاین مال موقعی بودش که سوبسید داده میشد. و در نتیجه الان روزنامه ها بیان این رو انجام بدن که ما هممون مجانی تماشا کنیم صبح به صبح، خب این که نمیشه. خیلی خوبه. بله خیلی خوبه. مثلا همه چیزای مجانی مونه، ولی نمیشه، نمیگرده اوضاعش. بله ولی آخه من هفته پیش یک گزارشی داشتم، در یه گفتگوی مفصلی روزنامه سازندگی کرده بود با وزیر کشور ایران و اونجا در مورد خشکسالی و بحران آب و اینا صحبت کرده بود و خیلی دارم بخواست کل اون مصاحبه رو بتونم پیدا کنم. واقعا یه صبح تا ظهر من گشتم که بتونم بالاخره یک جاهای تیکه هایی از اون مصاحبه پیدا کنم. حالا در دسترس، حالا شما دیگه نخواهیم بگیم بقیه هم یاد بگیرن این کارو کنن، بقیه هم ناچارن این کارو بکنن، یعنی ناچارن برن توی سیستمی که یا بتونن پولشو بگیرن از کسایی که میخونن مثل همین دنیا که این از نظر فنی ظاهرا از نظر اشکال داره تو ایران، چون مثلا گاردین مثلا نمیگیره پول دیگه. خیلی هم خوشحاله که مجانی گذاشته در اختیار همه. نه روزنامه اونی که میذارن همه صفحات نیست و همه مطالب هم نیست. حالا شما هم وسط شلوغ نکنید نیستش. بریم دنیا اقتصاد رو ببینیم. دنیا اقتصاد همون حرفی که الان داشتیم میزدیم در حقیقت سرمقاله روزنامه شده، چه کسی مقصر این وضعیت است. که البته با این تیتر من یه ذره اشکال دارم. آقای رضا خسروی نوشته. حالا میگم چرا. یک شخص خاص خاص. بله دیگه اون کسی رو شاید بهتر بودش که میگفتیم چه عاملی یا چه عواملی اومدن، چون اینطوری باز دوباره ذهن ما میره طرف این که مثلا رئیس بانک مرکزی پیدا کنیم، انگار که حالا رئیس جدید بانک مرکزی اومده فردا صبح یه فوتوفنی به کار هست که آقای صف به کار نبرده، این جدید به کار میاد. نیست همچی چیزی. خب بریم کارتون ها رو ببینیم. اولش فیروزه مظفری، مثلا احتیاج به توضیح نداره، اکونومیه. اگر که در واقع این برای اینه که بره جشنواره‌های بین‌المللی، کاش نقشه ایران هم روش می‌گذاشت. اگه نه خب می‌نوشت اقتصاد ایرانه که حالا نمی‌دونیم دیگه هنوز رو شونه‌های مردم هست یا اینکه در واقع سقوط کرده رفته پایین. بریم کارتون بعدی، هیبت احمدی. نه کارتون محمدرضای ثقفی هستش. محمدرضا ثقفی. اون اشتباه تایپی منه. ببخشید. دور باطلو میگه از اون اول ملاحظه کنید سمت راست اول که اون آدم میخواد بگیره بخوابه، ولی فکر خوشسالی و بالا رفتن دلار و قیمت خونه و اجاره خونه و اینا نمیذارتش. بعد شروع میکنه در خیال اونا رو یکی که حذف کردن. فکر کنم اولویت بنده کرده. اول از همه سکه ها رو حذف میکنه. آره سکه رو میزنه، خونه رو میزنه، خوشسالی و اینا رو میزنه، ولی در مقابل گرونی کاری نمیتونه بکنه، در نتیجه دیگه میخوابه چون داره صبح میشه. آره این ریموت کنترلش هم میذاره زمین کنار مگس کشش. کارتون بعد از نعیم تدیان هست. اشکال به تلویزیونی که یکی از نوشته های معمول روزنامه هاست. تقریبا همه روزنامه ها این روزها به تلویزیون حمله میکنن. البته حملاتشون و شفاف شدن این نارضایتی عمومی یه تأثیراتی هم تو برنامه تلویزیون به خصوص تو برنامه حاشیه خبر که درست میکنن داده. اینم باید به انصاف گفت. داره یه خونه نشون میده که از همه چیز از گرما داره همه رو به سطوح آورده، داره بخار میشه اصلا تلویزیون و دیوار و اینا همه داره بخار میشه، ولی تلویزیون میگه هوا خیلی خوبه. یادآور اون شعر همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. بله. برگزیده هایی که این هفته آوردین، یکیش ایران جمعه. بله ایران یه تحولاتی داره. اولا یه نکته مثبتی اتفاق افتاد. آقای دلیلی یه کاری کرد که اینجا جالب بود، به خاطر اینکه این تحولاتی که اینا تو جلسات میشستن باهاش صحبت میکردن، این رو نذاشت که تو جلسات باقی بمونه، هر روزش رو آورد توی فضای مجازی مطرح کرد که ما الان میخوایم این کار رو بکنیم، این نمونه این کاره برای اینکه این نتیجه رو بگیریم. اینا این از جمله زمینه ایست که با جمعه، یعنی با همین امروز منتشر میشه و خودش اولا که گزارش اصلیش پاتوقای کافه که ورود آقایون بهش ممنوعه. آره پاتوقای ویژه دخترها هست
و بعد میتونن بدون روسری هم گویا برن. آره و بعد مسائل دیگه داره، صفحه طنز داره که صفحه بامزه هم هست، مسعود مرشی تهیهش میکنه، گفته های راجع به اقتصاد و غیره. به حال یه شماره ایست که حالا یه گام ایران از روزنامه سازندگی جلو زد، چون سازندگی مدت هاست که داره یه زمینه میده روزای پنجشنبه که برای جمعه شه و بنابراین روزای پنجشنبه سه تا نشر داره، یعنی یکی خودشه، یکی زمینه هر روزشه، یکم روزنامه جمعه است به اصطلاح که اون بیشتر ادبی و فرهنگی است، ولی ایران متنوع گرفته مثل یه مجله عمومی گرفته. ولی برگزیده بعدی مجله دریچه است، فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی. یادتون هست که مرتبه دیگه هم ما دریچه رو معرفی کرده بودیم. دریچه نشریه است که در اصفهان بود میشه. این دفعه هم راجع به بنیاد شاهنامه هست، یعنی به طرف خراسان هم میل میکنه، بعد درباره حافظ هم مینویسه، یعنی به طرف شیراز هم پاش دراز میشه، اصفهانی هم دیگه. بنابراین عکسی هم که در نگاه کنیم آقای سایه هست که گیلک، البته آقای رواقی اصفهانی هستند، بعد استاد مشتبه مینویس به دلایل مختلف. این اصولا این که از اصفهان، یعنی از یک جای غیر از پایتخت، این نشریه تر و تمیزی به وجود میاد که نگاه سراسری داره، موضوع سراسری، به ادیتوریال خوب داره. در مقدمش مطلب اصلیش فقط من از اطلاعاتون عرض کنم که آقای حسین مولایی نوشته چرا اقتصاد ایران به چنین روزی افتاد. اولش یه چیز همه جا بحث اینه. آره. چرا اینطوری شد؟ سوال خیلی جدیه. میگه اولش یه چیز خیلی بانمکی داره از قول عطار. در مسیحیت‌نامه عطار میگه که کسی به یه دیوونه ای گفتش که تو اسم اعظم خدا رو میدونی چیه؟ دیوونه گفت نون. گفت شرم نمی کنی خدا نون؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه من در قحطی نیشابور که 40 روز طول کشید، که همون قحطی که میگن هم دیگر خوردن، در اونجا دیدم که نه کسی اذون میگفت، نه کسی رو دیدم نماز بخونه، نه در هیچ مسجدی باز بود. اونجا فهمیدم که اصل قضیه نونه. نونه. بریم مجله ها رو ببینیم. مجله که این دفعه آوردین دو ماه نامه مروارید هست. بله، مروارید اون نشریه خوبی است که هر دفعه که موضوعی رو محور اصلیش قرار میده و دربارش مینویسه و همه زوایاش رو میبینه. این دفعه مهاجرته. خود پژمان موسوی سردبیر نرفتن انتخابه. پشت این حرف جالبه، این نرفتن تو گیومه گذاشته، میگه این نرفتن یه انتخابه، یعنی اینکه بریم انقدر موج عمومی میشه که انتخاب ما نرفتنه، نه مثلا مثل بعضی از کشورها که نشستن انتخابشون رفتنه، آیا بریم از این کشور یا نریم، یعنی انقدر عمومیت پیدا کرد. چون الان دوباره میگن که موج مهاجرت تازه‌ای را افتاده و خیلی ها به قول معروف میخوان از ایران برن. البته باز میکنه ترانه بر یعقوب اگر همه برویم، از تیترش میشه فهمید گزارش چیه. گزارش میدانی است مثل همه کاراش. بله، خب واقعیت همینه که 80 میلیون که نمیتونن برن که بالاخره. بله، چند نفر سودای رفتن از کشور دارن. برای اینکه اینو بفهمونه، خب آمار که نداریم، طبیعتاً تو ذهن مردم هم نمیشه رفت. رفته توی یک کار میدانی کرده خانم بن یعقوب و از توی مثال‌ها داره این حرف رو در میاره و بعضی از مثال‌ها هم خیلی روشنگر هستن. آیا مهاجران نسبت به مسائل ایران دغدغه دارند؟ یه سوالی است که خیلی جدیه، که آیا وقتی که مهاجرین حرف میزنند و درباره وطن حرف میزنند، این نشون دهنده یه دغدغه‌ای در درونشونه یا یه عاطفه ای است که همینطوری آدم داره میگذره. مهاجرت رو برای دیده نشدن، اینم یه بحثی است، بحث خیلی مهمی است. در مورد افغانستانی های در ایران خیلی پرداخته شده بهش، خیلی، و از زوایای مختلفی هم پرداخته شده. تو بعضی از این پرداختا میگه که آیا افغانستانی ها در ایران قربانی نجات پرستی هستن؟ مثلا همه شماره های مروارید موضوع رو از زوایای مختلف بررسی کرده و به نظرم خیلی شماره خوبی است و خیلی خوبه. داستان رو هم ببینیم. داستان رو جلد خیلی زیبا. بله، یه تحولی در این هفته اتفاق افتاده که این تحول به جای صحبت داره. آرش صادق بیگی از گروه خودشونه که الان از این هفته سردبیری رو به عهده گرفته. حالا براتون جالب شاید باشه که بگم که همین اول کار با عنوان باقی بقایت
یادداشت داره از خانم فرشیدنیک، یعنی سردبیری که تا الان بوده ولی تو شورا هم باقی میمونه، تو خود مجله هم خواهد بود. میگه خاطر داستان همیشه برای ما عزیز بود و هست و خواهد بود، چه همان 8 سال پیش و روزهای اولی که ایده شکل دادن به این مجله اومد به عنوان داستان متفاوت، چه بقیه روزها. بعد از اون سردبیر جدید میگه که ما یه صدایی، میگه ما یه زمزمه آرام بودیم اولش، صدای کلمات در تاریکی، یکی که به یکی اضافه میشد و همراهی میکرد، مثل یه صدا که در تاریکی اوج بگیره. ما یه نیاز همگانی بودیم اول که کسی نمیدونست حتی میخوادش، چیزایی که باید تعریف میشد و باقی رو به شنیدن تعریف میکرد. اتفاقا یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که در این شماره در بین داستانهای کوتاه خانم مرشدزاده، یعنی کسی که اولین سردبیر بود، او هم یه داستان کوتاهی داره که یکی از آستانهای این تو هستش که البته اون رو فرصت نمی کنید شما که باید نقل کنم برای تو. شما بذاریم ما بریم سنخترم یه نگاه کوتاهی بهش بکنیم. خیلی خوب داستان رو برم ببینن. مجله سنخته مکتوب طنز فارسی هست. راستش یه سردبیر در واقع یک مقاله داره که خیلی به شادی و طنز و اینا چی میگن تأکید کرده و گفته که خیلی هم خوبه، ولی در ضمن خواسته که به لودگی و نمیدونم این چیزا مثلا رو نزدیک نشیم و ابتذال و اینا. و اینکه خب واقعا تو سرمقاله ما شروع کنیم دوباره پند و نصیحت و اندرز یه ذره عجیبه، ولی نکته جالبش برای من اون بخش شعرش بود. من فقط یکی از این شعرها رو میخونم. میگه به دنبال تو بودم، یه نفر دیگه به پستم خورد. تو خیلی خوب بودی، از شما بهتر به پستم خورد. تو اهل فضل بودی، اهل شعر و شاعری، اما نمیدانم چه شد یک مرد ناناور به پستم خورد. تو داری دفتر شعری و او درا دفتر کاریست. همین آقا که گفتم در همین دفتر به پستم خورد. تو را میخواستم تنها برای دوستی، اما یکی مثل شما در قالب شوهر به پستم خورد. تمام دختران دنبال نامند و خدا را شکر که من دنبال اصغر بودم و اکبر به پستم خورد. این الان طنزه. آره دیگه، خب طنزه دیگه. بس چی بس؟ بر خوشتون نیمده بقیه شو اصلا نمیخوام دیگه بگیم دیگه. یعنی بقیه شعر ها اصولا گفته بشم این سه نقطه چند تا مشخصه داره. یکی این که این با وجود این که شماره چند میشه ولی همچنان میبینید که بالاش نوشته پیش شماره است. و بعدم اینکه اصولاً گروه اصولگرایی که طنز می‌نویسند شاید از این جهت جالب باشه که کسایی که به عنوان طنز نویس مشهورند بیشتر تو روزنامه‌های اصلاح طلب شناخته میشند. نمیدونم اینایی که شما دارید اشاره می‌کنید توی مجله حسن یا نه، چون حالا جدای از اون شعری که خوندم یک تفسیری هم از فوتبال زنان در غزل 277 دیوان حافظ کرده و میدونید حیفه دیگه واقعاً. مثلا گفتم غم تو دارم حافظ رو یا فکر بلبل همه آن است رو بچسبونیم به فوتسال زنان و نمیدونم یک تعبیر و تفسیرای بکنیم. بریم کارتون آخر رو ببینیم آقای بهنود. خیلی نخواهیم به قرار در مورد این مجله هی غور بزنیم. ملک ما از فردا نمیریم سید. بله، میگه که منقدر این آب آلوده است که اونایی که میرن سید ماهیگیری دیگه موضوعی نداره. در حقیقت اشارش میده. خب ممنون آقای بهنود. منتها قبل از پایان برنامه چند سوال و انتقاد رو شما و از ما خواستین که من براتون میگم. اولین انتقاد به گزارش مهداد فرهمند بوده از تظاهرات مردم لندن علیه ترامپ، تظاهراتی که نزدیک به 2 هفته پیش همزمان با آمدن دونالد ترامپ به بریتانیا صورت گرفت. تعدادی از مخاطبان بی بی سی فارسی این گزارش رو گزارشی ضد ترامپ خوندن، از جمله سارا که در ایمیلی نوشته بی بی سی فارسی در پوشش تظاهرات مردم لندن علیه دونالد ترامپ بسیار بزرگ نمایی کرده و گزارش دور از واقعیت بوده. انتقادات شما رو با امید پارسانجاد از سردبیران اتاق خبر در میان گذاشتم. جواب رو براتون میخونم. بی بی سی فارسی تلاش کرده سفر رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا رو به طور جامع پوشش بده. موضوع سفر از ماها پیش در بریتانیا بحث برانگیز بود. گروهی از شهروندان بریتانیایی که با بعضی سیاست‌های آقای ترامپ مخالفند به این سفر معترض بودند. طبیعی بود که ما در کنار پوشش دادن دیدار آقای ترامپ با ملکه و نخست وزیر بریتانیا و بازتاب دادن سخنانش
به تجمع‌هایی که در اعتراض به سفر او برگزار می‌شد بپردازیم و دلیل این مخالفت‌ها را از زبان مخالفان آقای ترامپ توضیح بدیم. سال بعدی دیگه درباره برنامه 60 دقیقه روز سه‌شنبه 9 مرداد بوده و در جریان بحث مذاکره با آمریکا. احمد نوشته که این بحث به مناظره بین عطاالله مهاجرانی و عباس میلانی مهمانان بی بی سی تبدیل شد و عدالت هم در این میان رعایت نشد و مجری برنامه وقت کمتری به آقای میلانی داد. پاسخ سردبیر اتاق خبر رو هم براتون میخونم. هدف ما از گفتگو با صاحب نظرانی که در مورد مسائل خبری روز دیدگاه های متفاوت دارن اینه که به مخاطبان فرصت بدیم که استدلال های اونا رو بشنون و با انتقاداتی که به این استدلال ها وارد میشه هم آشنا بشن. عقیده داریم که تضارب آرا به روشن شدن دیدگاه ها و گسترش آگاهی کمک میکنه. مجریان بی بی سی گاه برای جلوگیری از کشیده شدن بحث به مسائل فرعی و گاه به دلیل محدودیت زمان ناچار میشن سخن مهمونا رو قطع کنن. میدونیم که قطع سخن مهمون میتونه از نظر مخاطبان ناخوشایند باشه و به همین دلیل همیشه تلاش میکنیم که اون رو به حداقل برسونیم و دلیلش رو همینجا توضیح بدیم. نظر مخاطبان برای ما ارزشمنده و حتما اون رو در برای بهتر کردن کارمون در نظر خواهیم گرفت. ممنونم از اینکه سوالاتتون رو با ما در میون میذارید. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما با شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس با دیدبان رو همین الان روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ میتونید در فیسبوک و توییتر هم با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.